به نام خدا، بنده مهدی صالحی فرادپور هستم، کارشناس ارشد مالی و مشاور سرمایه گذاری و در این سری از دروس در خدمتتون هستیم با اصول تحلیل تکنیکال، به نحوی که در پایان دوره با استفاده از مطالب عنوان شده بتونیم به صورت کارآمدی از این اصول جهت شناخت سمت و سوی بازارهای مالی استفاده کنیم و ضمن محافظت از دارایی‌های خودمون در بازارهای پرنوسان و گاهن پر ریسک مالی به سود منطقی و مناسبی هم دست پیدا کنیم. در فصل اول این سلسله دروس خدمتتون فلسفه تحلیل تکنیکال رو عنوان می‌کنیم که شامل انواع تحلیل‌های متداول در بازارهای مالی، فرضیات تحلیل تکنیکال، مقایسه تحلیل تکنیکال در برابر پیش‌بینی فاندامنتال و در نهایت اصول مقدماتی نظریه داو هستش. دونستن اینکه در آینده قراره چه اتفاقی بیفته قدرتی به انسان میده که باعث میشه بتونه زندگی خودشو در جهت‌های مختلف ارتقا بده. یکی از جنبه‌های این قدرت افزایش ثروت مالی انسانه که میتونه ناشی از اطلاع از وقایع آینده در زمینه مسائل مالی باشه. اما انسان به حکم انسان بودنش محدود به بعد زمانه و قادر نیست به طور دقیق بگه در آینده چه اتفاقی میفته و در واقع قادر به پیشگویی آینده نیست. با این حال میتونه بر اساس یه سری شواهد و مدارک دورنما و چشم‌اندازی از آینده رو مشاهده کنه و با دیدن اون چشم‌انداز تا حدودی آینده رو پیش بینی کنه و این موضوع همون اصلیه که تحلیل کردن و که پایه و اساس اون پیشبینی از رمالی که پایه و اساس اون پیشگویی مجزا میکنه. جذابیت پیشبینی آینده در بازارهای مالی باعث پدید اومدن روشهای تحلیلی مختلفی شده که به طور کلی اون روشها را تو سه دسته تحلیل رفتاری، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و در نهایت هم تحلیل تکنیکی یا تکنیکال تقسیم بندی میکنیم. چنانچه برای پیشبینی آینده سعی در تحلیل وضعیت طرز فکر و روانشناسی مربوط به واکنش افراد نسبت به وقایعی که رخ داده داشته باشیم در حوزه تحلیل رفتاری بازارهای مالی وارد شدیم. این حوزه در بسیاری از موارد با روش تحلیل تکنیکال اصول مشترکی داره و به نسبت روش تحلیل جدید و نوپایی به شمار میره. از اونجایی که واکنش فکری و ذهنی افراد نسبت به وقایع یکسان میتونه تنوع زیادی داشته باشه، استفاده از این روش تحلیلی نیازمند مطالعه و شناخت زیادیه. با این حال گاهی اوقات توضیح و پیشبینی برخی از اتفاقات رخ داده در بازارهای مالی تنها از طریق این روش تحلیل قابل توضیحه. به عنوان مثال شکلگیری حباب ها در بازارهای مالی به بهترین شکل توسط این روش تحلیل قابل شناساییه. متخصصان تحلیل رفتاری بازارهای مالی سعی در شناسایی انواع خطاها و رفتارهایی که تکرار میشه تحت عناوینی مشابه تورش‌های رفتاری دارن تا از طریق اونها رفتار افراد در آینده رو پیش بینی کنن. اجازه بدید یه نمونه از رفتارها و تحلیل‌هایی که در تحلیل رفتاری مورد استفاده قرار میگیره رو با همدیگه مشاهده کنیم. تنها بر اساس قیمت به سادگی میتونیم تصور کنیم یک کاناپه 5 میلیون تومانی راحت تر از یک کاناپه 500 هزار تومانی یا یک شلوار جین مارکدار از دوخت بهتری نسبت به یک شلوار جین ارزون قیمت برخورد داره، یا اینکه خوردن یک استیک تو رستورانی تو شمال شهر به صورت لوکس کیفیت بهتر و شاید خوشمزه‌تر از یه استیک توی یه رستوران مثلا توی جنوب شهر تهران باشه که حالا قیمتش شاید نصف قیمت اون استیک توی شمال شهره. این تصورات بیشتر تحت تاثیر چشم داشت‌ها و انتظارات تا واقعیت‌ها، ولی باید بررسی کنیم که این تفاوت میتونه در مورد مسائل مهمتر و عینی‌تر مثل واکنش ما به داروها هم کاربرد داشته باشه، یا مثلا اینکه یک مسکن ارزان‌تر برای ما واقعا تأثیر کمتری از یک مسکن گران قیمت‌تر برای ما داره. این سوال و پرسش باعث شدش که دانشمندان دانشگاه MIT بررسی این مسئله بپردازن و آزمایشی رو روی 100 نفر از بزرگسالها ترتیب بدن. در این آزمایش از افراد خواسته شده که داروی جدیدی به نام ولادون رو امتحان کنن. فرض کنید شما در این آزمایش شرکت میکنید، صبح به محلی که برای آزمایش معرفی شده
تشریف میبرید، خانومی با لباس رسمی به شما خوش آمد میگه، کارت شناسی عکس داری داره و خودشون نماینده داروسازی ولادون معرفی میکنه. از شما میخواد زمانی رو به خوندن بروشورهایی درباره داروی ولادون بگذارن. شما نگاهی به اطراف میکنید، محیط شبیه مطبیه که ولادون توی اون تجویز میشه. بروشورهای ولادون روی میز پخش شده و خب مثلا جا خودکاری با مارک ولادون وجود داره. شما داخل بروشور رو میخونید، توی بروشور نمیشه ولادون یه داروی اعجاب انگیز از خانواده افیون مایه هاست و مطالعات بالینی اون نشون داده که بیش از 92% بیمارانی که ولادون مصرف کردن تنها تیگه 10 دقیقه کاهش چشمگیری در درد گزارش کردن و این کاهش درد تا 8 ساعت ادامه پیدا میکنه. بعد از اینکه شما بروشور رو خوندید، اون خانم جوان از اتاق بیرون میره. فردی با لباس پزشکی سراغ شما میاد که گوشی پزشکی هم به گردنش آویزونه. یه سری پرسش رو در برای سلامتی و تاریخچه پزشکی خانوادتون میپرسه، به صدای قلبتون گوش میده و فشارتون میگیره. بعد به شما یک دستگاهی رو وصل میکنه که این دستگاه داره الکترودهایی که از طریق اون الکترودها قراره به بدن شما الکتریسیته منتقل بشه. به شما میگه این دستگاه شوک برقیه و ما با اون میزان دریافت و تحمل درد شما رو بررسی میکنیم. بعد یه سری شوک‌های الکتریکی به شما وارد میشه. در ابتدا شوک‌ها آزاردهنده است، بعد دردناک‌تر و نهایتاً غیر قابل تحمل میشن و تو هر مرحله هم از شما میخوان که میزان دردتون رو ثبت کنید، در صورت که هیچ معیاری از درد به شما ارائه نمیدن. بعد از این مرحله به شما قرص‌های ولادون رو پیشنهاد میدن، اما عنوان میکنن به ازای هر قرص باید 2.5 دلار پول پرداخت کنید. یه رو بعد در واقع قرص‌ها رو برای شما میارن، یک رو شما استراحت میکنید، یک رو به بعد دوباره میان اون الکترودها رو به شما وصل میکنن و دوباره به شما شوک میدن مثل دفعه قبل و از شما میخوان که شدت دردی که دارید رو ثبتش کنید. اما این بار اوضاع ظاهرا فرق کرده، به نظر باید کار دارو باشه، دردها اونقدرها هم وحشتناک نیستن. شما نظر مثبت زیادی در پایان کار دارید. بیشتر شرکت کنندگانی که توی این آزمایش شرکت کردن گزارش دادن که ولادون تأثیر شگفت‌انگیزی توی کاهش دردشون داشته، اما این آزمایش و این نتیجه بسیار عجیب هست، چون قرص‌های ولادون هیچی نبودن جز ویتامین C که اصولاً روی درد نباید تأثیر بذاره. اما اومدن همین کار رو تکرار کردن، اما این دفعه به جای اینکه خرس‌ها رو 2.5 دلار قیمت گذاری کنن و به افراد بدن، تنها 1 دلار قیمت گذاری کردن و به افراد دادن. تو این حالت مشاهده کردن که صرفاً نصف افرادی که تو آزمایش شرکت کردن معتقد بودن که ولادون تأثیر گذاره و خب این خودش نشون دهنده اینه که قیمت چقدر میتونه بر روی نظرات ما و حتی رفتار ما تاثیرگذار باشه. خب بذارید یه مثال دیگه بزنیم. چند وقت پیش شرکتی سهام خودش رو با قیمت 12,000 تومان به ازای هر سهم ارائه داد. تقریبا توی جوامع سرمایه گذاری خیلی صدا کرد، افراد خیلی زیادی جذب این شرکت شدن، رفتن سهامش رو خریدن. تقریبا همشون هم معتقد بودن که اگه این شرکت بهترین شرکت ایران نباشه، یکی از بهترین شرکت ها هستش. همزمان با این قضیه توی بورس ما سهام یه شرکتی با قیمت هول و هوش 1,000 تومان داشت معامله میشد، اما خیلی خریدار نداشت. بعد چند وقتی مشخص شد که اون شرکتی که سهام خودش رو داره با هول و هوش 12,000 تومان ارائه میده چیزی نیست جز یک کلاهبرداری. اما شرکتی سهام خودش رو هول و هوش 1,000 تومان ارائه میداد، یکی از بزرگترین پالایشگاه های ایران بود و خب این نشون میده که تنها فاکتور قیمت حتی روی تصمیم گیری ما هم میتونه تأثیر بذاره. دسته دوم تحلیل ها در بازارهای مالی به نام تحلیل بنیادی یا فاندامنتال شناخته میشه. در این روش تحلیلی سعی میشه عواملی که باعث تغییر قیمت میشن شناسایی بشن، بعد بررسی میکنن که تغییر در اون عامل چه تأثیری در قیمت کالا میذاره.
دست دوم تحلیلات و بازار مالی به اسم تحلیلات بنیادی یا فاندامنتال شناخته میشه. تو این روش تحلیلی سعی میشه عواملی که باعث تغییر قیمت میشن رو شناسایی کنن، بعد بررسی میکنن که این تغییر تو اون عامل چه تأثیری در قیمت میذاره. مثلا ثابت شده تغییر نرخ بهره یا نرخ سود در یک اقتصاد باعث تغییر ارزش و قیمت ارزی میشه که با اون اقتصاد در ارتباط هستش و نرخ سود یکی از عوامل بنیادی و فاندامنتال شکل دهنده قیمت و نرخ ارز هستش. مثلا فرض کنید در بازار تبادلات ارزی به اسم فارکس شناخته میشه، نرخ سود و بهره در آمریکا 0.75% باشه و نرخ بهره تو اروپا 0% باشه. تو این حالت هر یورو چیزی در حدود 1.16 دلار قیمت گذاری میشه. حالا فرض کنید بانک مرکزی آمریکا که اصطلاحا فدرال رزرو بهش میگن، نرخ سود تو آمریکا رو از 0.75% بالا ببره و به 1% برسونه، اما بانک مرکزی حوزه یورو نرخ بهره رو تغییر نده و همون 0% نگه داره. تو این حالت سرمایه گذاری پول خودشون تو بانک‌های آمریکا قرار دادن نسبت به افرادی که همون مقدار پول رو تو بانک‌های اروپایی سرمایه گذاری کردن سود بیشتری دریافت می‌کنن و از این جهت به نظر میرسه سرمایه گذاری تو بانک آمریکایی منطقی تر از بانک های اروپایی باشه و سود بیشتری رو نسبت به افرادی کنه که سپرده گذاری کرد. این موضوع باعث میشه که افراد بیشتری تمایل پیدا کنن پولای خودشون تو بانک آمریکایی بذارن. اما برای اینکه پولای خودشون تو بانک آمریکایی بذارن نیاز هست ابتدا دارایی های خودشون تبدیل به دلار کنن. یعنی تقاضا برای خرید دلار بالا میره و چون تو کوتاه مدت نمیتونیم حجم دلار توی بازار رو تغییر عمده‌ای بهش بدیم، کاهش ذخایر دلاری باعث میشه که قیمت دلار بالا بره، ارزش دلار در واقع تو بازار بالا بره. همزمان افرادی که توی بانکهای اروپایی سرمایه گذاری کردن احساس میکنن که سود کمتری دارن دریافت میکنن. همچنین یکی از افرادی که درآمدشون یورویی هستش سعی میکنن پولای خودشون رو از یورو تبدیل کنن به دلار تا سود بیشتری دریافت کنن. این موضوع باعث میشه که عرضه برای یورو بیشتر بشه، یعنی افراد زیادی بیان یوروشون رو بخوام بفروشن و چون بازم مقدار یورو تو بازار مقدار ثابتی هستش قیمت یورو پایین میاد. خب اجازه بدید کلیت مسئله رو یه بررسی داشته باشیم. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره توی آمریکا رو بالا برد. همزمان بانک مرکزی اروپا کاری انجام نداد. این موضوع باعث شد قیمت دلار بالا بره، قیمت یورو پایین بیاد و دیگه مثلا هر یورو 1.16 دلار ارزش نداشته باشه. دیگه یه چیزی اولش مثلا 1.12 دلار ارزش داشته باشه. این دقیقاً روشیه که تحلیلگرای بنیادی از اون برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌کنن. یعنی ابتدا عامل تغییر قیمتی دارایی رو به دست میارن، بعد بررسی میکنن که تغییر اون عامل چه تأثیر روی قیمت میتونه بذاره. هرچند توی این مثال خیلی ساده و روشن مشخص شد که چجوری تأثیر میتونه بذاره روی قیمتها، این دقیقا روشی که یک دلیلگر بنیادی برای پیشبینی قیمتها از اون استفاده میکنه. یعنی ابتدا عامل تغییر قیمتی دارایی رو شناسایی میکنه، بعد بررسی میکنه تغییر در اون عامل در چه جهت و تا چه اندازه ای باعث تغییر قیمت میشه. هرچند تو این مثال سعی شد که موضوع خیلی ساده و واضح بیان بشه، اما مشکل اینجاست عامل تغییر دهنده قیمت همیشه تا این حد واضح نیست. در ضمن رابطه اون با قیمت همیشه به این شکل مستقیم و بدون واسطه نیست. این موضوع در ادامه این فصل در بخش تحلیل تکنیکال در برابر پیش‌بینی فاندامنتال بیشتر مورد بحث قرار می‌گیره. به طور کلی تحلیلگرای فاندامنتال همیشه سر و کارشون با انبوهی از اطلاعاته که در مورد قیمت سهام شرکت‌ها در صورت‌های مالی اون‌ها یا گزارش‌های ارائه شده توسط شرکت‌ها منعکس میشه و در بازارهای دیگه مثلا در بازارهای خرید و فروش جهانی فلزات گرانبها مثل طلا و نقره تو گزارش‌های منتشر شده توسط بانک‌های مرکزی کشورها ارائه میشه. این روش تحلیلی طرفداران پروپاگاندا خودشو داره که از جمله اونها میتونیم به افرادی مثل وارن بافت که سالهاست جزو 3 نفر برتر ثروتمند جهان شناخته میشه و همچنین یکی از موفق ترین بورس بازهای تاریخه. ضمناً اکثر شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها هم برای خرید و فروش یا نگهداری سهام شرکت های مورد نظر خودشون از این روش تحلیلی استفاده میکنن. معمولا اساس و شالوده تحلیل فاندامنتال
بر پایه نظریه‌ای که مشهور به نظریه بازار کار است. ضمناً این نوع تحلیل در دوره‌ها و درس‌های دانشگاهی آکادمیک داخلی بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد. بر اساس نظریه بازار کارا، بازار دارای 3 نوع کارایی که کارای تخصیصی، عملیاتی و اطلاعاتی نامیده میشه و هر بازار تا یه درجه ای از اون کارایی برخورداره. تو بازارهایی که به طور کامل کارایی تخصیصی دارن، منابع اقتصادی و متعاقب اون سرمایه گذاری ها تنها بر روی کارهایی انجام میشه که بیشترین منافع و سود رو برای خود فرد و جامعه داره. همینطور اگه بازار به طور کامل از لحاظ عملیاتی کارا باشه، جابجایی و انتقال سرمایه از یک فعالیت به فعالیت دیگر و از یک بازار به بازار دیگه با کمترین هزینه ممکن و با بیشترین سرعت انجام میشه. و از همه اینها مهمتر، تو بازاری که کارهای اطلاعاتی داره، یعنی به طور کامل از لحاظ اطلاعاتی کاراست که به اون اصطلاحاً میگن بازار دارای کارای قوی اطلاعاتیه، قیمت سهام یا دارایی های مورد نظر منعکس کننده همه اطلاعات مربوط به خودشه و هیچ اطلاعات پنهان و نهانی در بازار وجود نداره و بنابراین هیچ فردی قادر نیست تو این بازار بر اساس اطلاعاتی که عموم بهش دسترسی ندارن سودی کسب کنه. خب واضحه که به نظر وجود بازاری که همه این سه نوع کارایی رو به خصوص کارهای اطلاعاتی رو در حد کمال خودش داشته باشه، بیشتر یه رویا و یه آرمان شهر تا یه واقعیت. به همین دلیل که تحلیلگرای فاندامنتال هرگز نمیتونن ادعا کنن به طور مطلق و بدون خطا قادر به پیش بینی آینده قیمت هستن. خب تا اینجای کار به طور مختصر و اجمالی با دو نوع تحلیل که در بازارهای مالی متداوله، یعنی تحلیل رفتاری و تحلیل فاندامنتال آشنا شدیم، اما هنوز راجع به تحلیل تکنیکال که مبحث اصلی این دوره است چیزی گفته نشده. خب حالا میرسیم به سومین نوع تحلیل توی بازارهای مالی که به نام تحلیل تکنیکال شناخته میشه. تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی روند قیمت هاست. اصولا رفتارهای بازار بر اساس سه اصل قیمت، حجم و نرخ بهره شکل میگیره. تو تحلیل تکنیکال رفتار قیمت همواره نقش اساسی رو بازی میکنه و رفتار حجم معاملات به عنوان اصل ثانوی و تکمیلی مورد بررسی قرار میگیره. به فردی که پیشبینی‌های خودش رو بر اساس تحلیل تکنیکال ارائه میده اصطلاحاً چارتیست میگن، چون برای تحلیل خودش به جز تسلط بر علم تحلیل فقط نیازمند نمودار قیمت هاست که خب این نمودار هم چارت نامیده میشن. ابزارهایی هم که استفاده میکنه همگی بر اساس این نمودارها ساخته شده. البته با توجه به تعریفی که برای تحلیل تکنیکال عنوان شد، به جز چارتیست ها که برای تحلیلاشون فقط نیازمند چارت قیمت هستن، یه دسته دیگه از تحلیلگرای تکنیکال هم وجود دارن که بر اساس روش های آماری و اقتصاد سنجی سعی در بررسی رفتار قیمت ها و پیش بینی آینده قیمت ها دارن. اما اغلب این دسته بیشتر در حوزه آکادمیک و تئوری فعالیت دارن و کمتر از روش های اونها تو عمل استفاده شده. هدف از درس ها هم آشنایی با روش های این دسته نیست، چون هم پیچیدگی های زیادی داره و هم لازمه که پیش زمینه ها و پیش نیاز های زیادی گذرانده بشه. در ادامه این سلسله درست به بررسی نحوه پیش بینی بر اساس اون چه که چارتیست ها انجام میدن خواهیم پرداخت. برای اینکه موضوع و نحوه عمل چارتیست ها مشخص بشه، اجازه بدید با هم چند مثال از تحلیل تکنیکال تو بازارهای واقعی رو ببینیم. خب مثال اولی که خدمتتون ارائه میدم، تحلیل تکنیکال بر اساس صرفا نمودار قیمت هاست. همونجور که تو این نمودار مشاهده میکنید، یه چارتیست یعنی یه تحلیلگر تکنیکال بر اساس شکل و قیافه این نمودار متوجه میشه که قیمت از حدود اینجایی که نوشته نکلاین 25 حالا دلار سنت یا هر واحد دیگه که داره قیمت جهانی نفت هم هست تا هول و هوش 19 دلار تارگتش پایین میاد و این یه نمونه از تحلیل تکنیکال که صرفا بر اساس نمودار قیمت این تحلیل رو انجام میده. یا مثلا یه چارتیست بر اساس این شکل و وضعیتی که در این قسمت نمودار مشاهده میکنید به وجود اومده، متوجه میشه که به زودی قیمت ها ریزش میکنه و میبینید که تحلیلش هم تقریبا درسته و قیمت تا این هول و هوش پایین اومده.
همچنین بر اساس نوع دیگه از تحلیل که حالا خیلی البته تو این درس خدمتتون عنوان نمیشه چون یه مقدار مباحث پیشرفته ای داره، تحت عنوان تحلیل الیوت یه چارتیست متوجه میشه که قیمت ها مثلا از هولوهاش نقطه ای که با عدد یک علامت گذاری شده به هولوهاش عدد دو میرسه، از اونجا به عدد 3, 4, 5 بعد به A, B و C و به این ترتیب تو همه این نوسانات یه چارتیست میتونه سود و گین خودش رو دریافت کنه. این سه نمونه نمونه ای از تحلیلایی بود که چارتیست ها انجام میدن. همونجور که مشاهده میکنید بر اساس نمودارها و چارتای قیمت تحلیلگرها تحلیل خودشون انجام میدن. البته تو این بخش من خیلی نخواستم وارد جزئیاتش بشم چون ادامه درست به تفصیل همه اینا خدمتتون گفته میشه و خودتون در پایان دوره ان شاء الله میتونید اینها رو به سادگی تحلیل کنید. کار چندان سختی هم نیست، هرچند نیاز هستش که اطلاعات مناسبی در این زمینه داشته باشید. تو تحلیل تکنیکال سه فرض اساسی و اصلی وجود داره. اولین فرض اینه که همه چیز در قیمت لحاظ شده. فرض دوم عنوان میکنه که قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت میکنن و توی فرض سوم عنوان میشه که قیمت و تاریخ تکرار پذیر هستش. اجازه بدید هر کدوم از این فرضا رو یه مقدار بیشتر بازش کنیم و ببینیم به چه معنایی هستن. فرض اول عنوان کردیم که همه چیز در قیمت‌ها لحاظ شده. یعنی اینکه فرض میشه که قیمت‌ها تمام عوامل سیاسی، آب و هوایی، اقتصادی و هر عامل دیگه‌ای که مد نظر میگیریم رو در خودشون دارن و به این دلیل مثلا برای تحلیل ارزش دارایی نیازی نیست ما عوامل سیاسی یا عوامل اقتصادی رو بررسی کنیم، صرفا نیاز هستش که قیمت ها رو بررسی کنیم. ما توی اقتصاد یه اصلی داریم به عنوان اصل عرضه و تقاضا. این اصل بیان میکنه اگه عرضه بیشتر از تقاضا باشه قیمت پایین میاد، اگه تقاضا بیشتر از عرضه باشه قیمت بالا میره. بیان این اصل به این صورت که اگه قیمت به هر دلیلی بالا رفته باشه پس تقاضا بر عرضه غلبه کرده و علل فاندامنتال اثر خودشونو گذاشته و اگه قیمت کاهش پیدا کرده دلایل فاندامنتال کار خودشونو انجام دادن و دیگه بی اثر شدن، نشون دهنده اینه که حتی نیازی به بررسی مسائل فاندامنتال هم وجود نداره. بررسی قیمت ها مسائل فاندامنتال رو هم در بر میگیره، هرچند امروزه به این نتیجه رسیدن که شاید بهتر باشه صرفا به جای تکیه بر تحلیل تکنیکال از روش های تکنو فاندامنتال استفاده کنن، چون ثابت شده برخی از عوامل فاندامنتال با یه لگه زمانی، با یه تاخیر زمانی اثر خودشون رو قیمت میذارن، هرچند حتما اثر خودشون رو قیمت میذارن، اما اون تاخیر زمانی، اون لگه امکان داره باعث بشه که ما یه مقدار سودمون رو از دست بدیم یا حتی تا اینکه تو برهای خاصی از زمان ضرری هم بکنیم. نیرویی که جهت عرضه و تقاضا رو تغییر میده برآیند تغییرات فاندامنتال اقتصادیه و به این ترتیب نمودارها به خودی خودشون علت بالا و پایین رفتن قیمت ها نیستن و برآیند نیروهاست که قیمت ها رو تغییر میده. به همین دلیله که برای تحلیلگر تکنیکال اهمیت اینکه چرا جهت حرکت قیمت تغییر میکنه زیاد نیست، اما براش خیلی اهمیت داره که قیمت در کدوم جهت قرار تغییر بکنه. زیرا به نظر یه تحلیلگر تکنیکال دلایل زیادی میتونه روی تقاضا و عرضه تأثیر بذاره که بررسی و پیگیری دقیق تک تک اونها هم زمان خیلی زیادی میبره و هم امکان داره که امکان پذیر نباشه، چون هدف نهایتاً کسب سود و محافظت از سرمایه تو بازاره و نه تأثیر گذاشتن بر جهت قیمت‌ها و روند بازار. فرض دوم تحلیل تکنیکال اینه که قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت میکنن. همونطور که ما توی فیزیک قانون اینرسی رو داریم، توی مباحث تحلیلی و تحلیل تکنیکال هم قانونی مشابه اون رو داریم. یعنی عنوان میشه که قیمت‌ها به جهت خودشون و اون ترند و روند خودشون ادامه میدن مگه اینکه یک عامل مهمی بر روی اونها تأثیر بذاره و جهت اونها رو عوض بکنه. فرض بعدی توی تحلیل تکنیکال اینه که تاریخ تکرار میشه، یعنی اینکه اون چیزی که ما توی قیمت‌ها الان مشاهده میکنیم احتمالاً چند وقت قبل هم میتونستیم نمونهش رو مشاهده بکنیم. مجموع این سه فرض، یعنی اینکه همه چیز در قیمت‌ها لحاظ شده، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت میکنه و تاریخ تکرار میشه، فرضیات تحلیل تکنیکاله. و هر جایی که
یکی از این سه فرض وجود نداشته باشه یا نقض بشه، جایی هست که ما برای تحلیل نمیتونیم از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم. این موضوع خیلی مهمی هستش. من خودم دیدم خیلی از افراد سعی دارن تو هر چیزی از تحلیل تکنیکال استفاده کنن، فارغ از اینکه شاید اون موضوع و اون دارایی که دارن بحث میکنن یکی از این سه فرض رو نقض کرده باشه. ما اگه بخوایم همای سعادت تو بازار سرمایه روی شونه‌هامون بشینه، نیاز داریم که دوتا بال این هما رو بشناسیم که قطعاً یکی از این بالها بال تحلیل تکنیکال هستش و بال دوم بال تحلیل فاندامنتال هستش، و بدون شناخت این دو نوع تحلیل خیلی بعیده که بتونیم سود خوبی بگیریم از بازار سرمایه، حالا هر نوع بازار سرمایه. اما همه اینها مستلزم اینه که ما بتونیم تعادل خودمون رو تو بازار سرمایه هم حفظ کنیم. رو همین جهت لازم هستش که ما برای کار توی بازار سرمایه علاوه بر داشتن تحلیل تکنیکال، قدرت تحلیل تکنیکال و داشتن قدرت تحلیل فاندامنتال، آشنا با روش‌های تحلیل روانشناسی و رفتاری بازار هم باشیم. هر کدوم از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال یه سری مزایا و یه سری معایبی دارن. مزایای تحلیل تکنیکال رو میتونیم این موارد عنوان کنیم که از حجم معاملات و حجم عرضه و تقاضا میشه استفاده کرد برای اینکه تحلیل‌های خودمون رو تایید بکنیم یا بهشون اطمینان پیدا کنیم. همچنین تو تحلیل تکنیکال زمان ورود و خروج نسبتاً دقیقی راجع به معامله به ما میده. تحلیل تکنیکال سرعت زیادی در واکنش به اطلاعات داره و یه سری الگوهای مشخصی رو برای تصمیم گیری برای ما ارائه میده. اما تحلیل تکنیکال یه سری معایب هم وجود داره داخلش. اولین عیبش اینه که اگه ما از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال استفاده کنیم، امکان داره سیگنال‌های ضد و نقیضی به ما بده. یعنی مثلا یک روش تحلیلی به ما بگه الان موقع ورود به این دارایی هستش، اما روش دیگه تحلیلی به ما بگه نه الان موقع خروج از این دارایی هستش، یا اصلا الان نباید وارد معامله شد. و این یه مقدار به خاطر این هستش که برخی از تحلیل‌ها توی تحلیل تکنیکال ذهنی هستن، و ضمن اینکه تو تحلیل تکنیکال اگه صرفاً بر اساس اون باشه، امکان داره برخی از عوامل بنیادی رو نادیده بگیریم. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، برخی از عوامل بنیادی یا فاندامنتال امکان دارن با یه تأخیر زمانی اثر خودشون رو قیمت بذارن، و این ریسک نادیده گرفتن برخی عوامل بنیادی رو تو تحلیل تکنیکال زیاد میکنه. اما از اون طرف هم تحلیل فاندامنتال به تنهایی دچار یه سری معایب هستش. اولین عیبش اینه که یه شاخصی وجود نداره داخلش که بهمون بگه این لحظه لحظه ورود به معامله هستش، و ضمن اینکه تحلیل فاندامنتال نسبتاً مشکل و زمان بر تحلیل فاندامنتال کردن. اگه توی تحلیل فاندامنتال فرضیات غلطی رو در نظر گرفته باشیم یا روش غلطی برای کسب اطلاعات در نظر گرفته باشیم، نهایتا تحلیلی به دست میاریم که کل تحلیل دچار ایراد هستش. اما در کنار این معایبش، مزایای خیلی مهمی هم داره تحلیل فاندامنتال. اینکه تو روش تحلیل فاندامنتال روش‌ها و راهکارها فارغ از برداشت شخصی هستند. یه جورایی تحلیل از وضعیت بلند مدت اقتصاد به ما میده و محاسبه ارزش دارایی ها به صورت دقیق عنوان میشه. در نتیجه تصمیمات دقیق تری برای خرید و فروش به ما ارائه میده، و نهایتاً اینکه قابلیت درک بهتری داره. یعنی شما تحلیل تکنیکال رو خیلی سخت میتونید به یه فردی که آشنا نیست به تحلیل تکنیکال واسش توضیح بدید چرا الان قیمت قراره بره بالا، چرا الان قیمت قراره بیاد پایین، و شاید درک نکنه. اما با تحلیل فاندامنتال این موضوع رو خیلی راحت‌تر میتونید به اون فرد عنوان کنید. به همین دلیل هستش، به خاطر همین مزایا و معایبی که هم تحلیل تکنیکال داره و هم تحلیل فاندامنتال داره، عنوان میشه که بهتره از تحلیل تکنیکال همراه با تحلیل فاندامنتال استفاده بشه، و برای متعادل نگه داشتن بالانس خودمون توی بازار سرمایه بهتره که از تحلیل‌های رفتاری هم استفاده بشه. تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داف شکل گرفته. نظریه داف دارای اصولی هستش که عنوان میکنه اولا همه چیز در شاخصها لحاظ شده. خب این خیلی شبیه اون فرض تحلیل تکنیکال بود که عنوان کرد همه چیز در قیمت لحاظ شده. توی نظریه داف، توی نظریه قدیمی تحلیل تکنیکال، میگیم همه چیز در شاخصها لحاظ میشه. توی نظریه داف عنوان میشه بازار سه نوع روند داره، که خب روندش هم خدمتتون عرض کردم. آپترند میتونه باشه، دامترند میتونه باشه، یا سایت میتونه باشه. و همچنین عنوان میشه که روندهای بزرگ خودش داره سه نوع زیر روند هستن، و در نهایت هم عنوان میشه که برای اینکه بتونیم ما معامله کنیم توی بازارها، باید شاخصها هم دیگر رو تایید کنن. این اصول مقدماتی نظریه داپ هستش که پایه و اساس تحلیل
تکنیکال رو تشکیل میده. این فصل رو در خدمتتون بودیم. اجازه بدید از فصل بعد آشنا بشیم با تحلیل تکنیکال و اون رو یاد بگیریم که بتونیم به صورت مفید ازش استفاده کنیم.